ما سه بخش رو باید در خوانندگی لحاظ کنیم. شنیدن، مرحله بعدی دریافتش و درکش در مغز، مرحله بعدی پیاده کردن اون چیزی که دریافت کردیم در تارهای صوتی است. فرض کنید یه قطعه رو قرار بخونیم. قبل از اینکه بخوایم بخونیم، اول باید اون قطعه رو بارها گوش کنیم، شعر و آهنگش رو، حسش رو درک کنیم، مطالبش و محتوا رو دریافت کنیم. اما این کافی نیست. در نظر بگیرید مثل هر مهارتی دیگه، با دیدن یک ورزشی، با دیدن یک هنری، یک مهارتی، یک فعالیتی، شما هیچ وقت در اون زمینه و اون بخش به اون توانایی لازم دست پیدا نمی‌کنید، مگر اینکه وارد انجام و عمل در اون کار بشید. همچنان که یه هنرمند نقاش، یه هنرمند خوشنویسی، یک استادکار در یک فن و مهارتی صرفاً با دیدن، با دانستن به اون مهارت نرسیده، همچنان که یک ورزشکار مادامی که حرکاتی که یاد گرفته رو و دیده در بدنش و در دست و پا و اندامهاش تمرین نکنه و اونها رو جان اندازه، نمیتونه در اون مهارت موفق باشه و عملا ورزشکار به حساب بیاد. در خوانندگی هم همینه. ما خیلی ها رو میشناسیم، گوششون خیلی خوبه، خوبم میشنون، خوبم درک کردن، خوبم میفهمن مطالب و محتواها رو، ولی در اجرا دچار ضعفن. به خاطر اینه که در اون مرحله اقدام به عمل نکردن. در واقع در اون مرحله تمرین خاصی رو انجام ندادن، اون مهارت رو انجام ندادن. در خوانندگی اون چیزی که درک کردیم باید توی تارهای صوتی پیاده کنیم و در حنجرمون و در اندامهای صوتیمون اعمال کنیم.